این بود که به طور خلاصه این بود که کانون نویسندگان ارمنستان یا اتحادیه نویسندگان ارمنستان دعوتی کرده بود از نویسندگان که برن اونجا و به اونجا سخنرانی بکنن، آثارشون رو بخونن و غیره. ما هم در اون موقع در جمع مشورتی فعال بودیم، نویسندگان، اغلب نویسندگان ایرانی، و بعد خب یه عده‌ای به این سفر داوطلب شدند. این عده اغلب کسانی بودند که در جمع مشورتی هم بسیار فعال بودند و وزارت اطلاعات هم میخواست که جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران حتما از بین ببره و حذف بکنه و صدای اعتراض نویسندگان رو ببنده. بنابراین ما خب عازم سفر ارمنستان شدیم و در اونجا این حالا داستان جزئیات زیادی که اصلا مسیر اون سفر رو اینا منحرف کردن، چون برای رفتن از تهران به ارمنستان اصلا لازم نیست آدم بره آستارا و اردبیل و دور بزنه. به هر حال اینا مسیر رو منحرف کردن و خیلی مسائل مشکوکی هم تو اون وسط وجود داشت. به هر حال راننده در اون گردنه‌ای که فرمودن ما رو ماشین رو برد به طرف دره و خودش پرید پایین. من خواب بودم چون اون 4 صبح بود تقریبا، این رخداد 4-5 صبح بود. من تکون خوردم از خواب که بیدار شدم، من چون عقب ماشین نشسته بودم، بچه‌هایی که جلو نشسته بودن بهتر دیده بودن این داستان رو. من دیدم که راننده داره در جهت خلاف ماشین فرار میکنه و ماشین ما داره میره به طرف دره و من دره رو میدیدم. اما ماشین گیر کرد، این گیر بوکس ماشین با یک سنگ بزرگی گیر کرد و ماشین به صورت معلق بود. ما پیاده شدیم ترسان و لرزان و واقعا من فکر کردم راننده خوابش برده. معمولا هم خب اینطور هست که بعضی راننده خوابشون میبره نزدیک صبح و دره پرت میشه. بچه‌هایی که جلو بودن میگفتن این خوابش نبرده و برای اینکه وقتی که درو باز کرد و پرید فرار کرد، کیفش رو هم برداشت و زد زیر بغلش. من البته کیفو دیدم، اما من گفتم شما بدبینین و اینها و این در واقع خوابش برده. خب حالا به هر حال ما دوباره سوار شدیم و این دوباره ماشین رو آورد عقب در جاده کامل و بعد به جایی که بره دوباره به جاده، دوباره با شتاب رفت به طرف دره و بعد دوباره همون اتفاق افتاد. درم واس کرد، خودش پرید پایین. خب این دفعه دیگه خیلی روشن بود داستان چی است. ما پیاده شدیم و ترسان و لرزان اینا. یکی از بچه‌ها سپانلو بود گویا، شاعر بسیار خوب ما، این رد به طرفش و گفت که تو چرا می‌خوای ما رو پرت بکنی؟ گفت صداتون در نمیاد، همتون رو می‌کشید. خب این حرف یعنی دیگه این راننده معمولی نبود اینا. بعد از حدود یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه بیشتر نگذشت بود، جاده هنوز خلوت بود، دمدمای صبح بود، یه ماشین اومد و دو نفر از ماموران وزارت اطلاعات که پیاده شدن از اون، که این دو نفر رو بعداً جزء کسانی بودن که در اون پروژه دستگیری من، دستگیری اول که مخفی بود و گفتن به طرف آلمان، همکاران نزدیک آقای هاشمی و امامی بودن. یکیشون هم یک چشم شیشه‌ای داره و میگفت چشمشو در جنگ از دست داده و مشت بسیار بدی هم داشت وقتی مشت میزد. مشتاش هنوز من دردش رو حس میکنم. برای این دوتا آمدن و بعد من و سپانلو رو به اسم صدا کردن. حالا توجه بکنید که وزارت اطلاعات اون موقع شب 4 صبح در اون گردنه چه کار میکرد. حالا چرا من و سپانلو رو با اسم صدا کردن؟ برای اینکه اینها چند وقت قبلش، حدود 10 روز قبلش، من و سپانلو، گلشیری، خانم بهبهانی، خانم مهرانگیزکار و خانم روشنگداریوش رو در یک مهمانی در خانه رایزن فرنگی سفارت آلمان گرفته بودن، چون که اونا می‌خواستن یک کتاب منتشر بکنن راجع به ادبیات معاصر ایران در آلمان و از ما دعوت کرده بودن که بگیم چه آثاری چاپ بشه بچه. و ما هم خیلی خوشحال بودیم که مثلا ادبیات معاصر ایران فارسی به آلمانی ترجمه بشه و چاپ بشه. بنابراین ما اونجا بودیم. بعد اینا ریختن تو اون خونه، ما 6 نفر رو گرفتن، من و گلشیری و خانم بهبانی، خانم کار، خانم داریوش و سپانلو رو، و یک شب ما رو بردن و با چشم بسته در زندان و به صدا توهین و دشنام و اینا دادن. این دو نفر من و سپانلو صدا کردن. اون شب بود که اون آقای هاشمی که رئیس اجرای طرحهای آقای امامی بود، اون خودش رو به ما معرفی کرد و گفت بله من مسئول پرونده شما هستم. این دو نفر در جاده ارمنستان گفتن آقای هاشمی گفته که اینجا باشین و تکون نخورید. بعدم بعد از یک ساعت خود اون آقای هاشمی اومد. معلوم بود که همه اونا تو منطقه بودن، چون که نمیشه به این سرعت 5 دقیقه از تهران رسید به اونجا با هیچ وسیله. و بعدم ما رو دستگیر کردن و بردن زندان کردن. مجموع این نشون داد که واقعا اوایلش برای من باور کردنی نبود. خب ما میدونستیم ما رو تک تک میگیرن میکشن یا مثلا شکنجه میدن، قبلا کرده بودن مرتب. اما اینکه یه تعداد نویسنده رو بگیرن و بعد پس کنن به دره و بکشن، این خیلی باور کردنی نبود. با وجودی که همه بدکاری هایی که رژیم کرده بود و ما دیده بودیم، اما انقدر این ابعاد قضیه بزرگ بود که واقعا من مدتی اصلا گیج بودم که چطور ممکن یک رژیمی یه همچه کارهایی رو بکنه و بعد خیلی راحت. در مورد قضیه خود منم که گفتن که خب میدونین من داشتم میومدم آلمان برای یک کاری داستان خونی بعد دیدن فامیلم و بعد اینا منو در فرودگاه مهرآباد گرفتن و گفتن که رفته آلمان و مدتی من در یک زندان مخفی وزارت اطلاعات نگه داشتن و شکنجه دادن و وادار کردن که همین اقرارا رو که خانم هاله اسفندیار کرده بکنم، اما مال من هیچ وقت پخش نکردن، نمیدونم چرا. به هر حال
من خودم میگم که این کارو با من کردن و بعد میخواستن منو بکشن. به آقای رفسنجانی هم که رئیس جمهور بود در اون زمان در یه مصاحبه رسمی گفتش که فرای سرکوهی در هلند هست و آلمان، و آقای ولایتی هم نامهای متعدد نوشت و گفتش که فرای سرکوهی به آلمان رفته و نویسنده ما رو در آلمانیا گم کردن، باید پیداش بکنن، از این حرفا. در همون موقع من در اونجا بودم و اونجا بود که اینا طرحشون این بود که خب منو میگیرن میکشن، هیچ مسئولیتی به گردن نمیگیرن، اما در این حال چون داستان احمقانه است و کسی باور نمیکنه که من در حال یه آدم بودم در میان ایرانیان شناخته شده، مجله آدینه مجله معروفی بود و غیره، آمدم آلمان و هیچ که منو ندیده، در این حال یه پیامم هست به بقیه که ببینید ما شما رو میگیریم و سربنیست میکنیم و هیچی هم نمیشه. خب من هم جزء فعالان کانون بودم، جزء اون 8 نفر به اصطلاح بودم که برای نامه 34 نفر کار کرده بودیم به غیر سردبیر مجله. اینا هم از مجله آدینه بسیار می‌خواستن که مجله آدینه به نوعیت بین بره، چون که مجله آدینه به هر حال به صدای روشنفکران غیر حکومتی ایران بدل شده بود، هم خب می‌خواستن جمع مشورتی رو از بین ببرن، من در جمع مشورتی فعال بودم، هم خود منو با این اهداف بنابراین این برنامه رو گذاشته بودن. اما خوشبختانه به دلیل اعتراض بین‌المللی وسیعی که شد و بعد هم دولت آلمان رسماً دخالت کرد، اتحادیه اروپا رسماً دخالت کرد و بعد هم شرکت‌های بیمه آمدند و گفتند که خب دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنه فرای سرکوهی به آلمان رفته، دولت آلمان هم ادعا می‌کنه که فرای سرکوهی به فرودگاه وارد نشده، بنابراین فرای سرکوهی در هواپیمای جمهوری اسلامی ایران گم شده، بنابراین هواپیمای جمهوری اسلام سیف نیست و یا تا بر این اساس، چون که یا تا مسئول به اصطلاح قوانین بین المللی در مورد هواپیماست، وقتی هواپیمای مسافر درش گم میشه اون شرکت اجازه پرواز نداره. اینا رو خیلی ترسون، چون این حرف به معنای این بود که پروازها متوقف میشه. دانش اینا اومدن منو دوباره شکنجه دادن و گفتن تو بیا بگو که در این مدت در چیز بودی، در آلمان بودی. منم چاره ای نداشتم، به هر حال شکنجه شده بودم، آمدم گفتم که بله من در آلمان بودم و خیلی هم موسیقی بود، چون همونجا یکی از من پرسید که شما اولین کاری که کردید بعد از آزادی چی بود، بعد از حالا چی بود، گفتم من به خانوادم تماس گرفتن، گفت بچه رو من مدت که در آلمان بودی به خانوادت تماس نگرفت و خیلی داستان موسیقی هم در این زمان بود. این طرح و اینا از طرح اقتباس کرده بودن که لیبی کرد در مورد موسی صدر، ولی خب اون یه خود سنجیده تر عمل کرد و زمانه هم زمانه دیگری بود. بعدش که من اومدم بیرون یه نامه نوشتم و فرستادم به خارج که ماجرا رو شرح دادم، اینا دوباره منو گرفتن و این دفعه هم اول گفتن ناپدید شده، سه روز بعد دیدن دیگه نه این هنارنگی نداره، بنابراین گفتن گرفتیمش و اول منو به سه بار اعدام محکوم کردن به جرم جاسوسی، همین اتهامی که حالا به آل اسفند ارتباط با غرب و فلان، ارتباط با دومین اعدام به دلیل براندازی، ارتباط با ضد انقلاب و سومین هم روابط نامشون. ببخشید من فقط میخواستم قبل از اینکه فرصتمون تمام بشه من میخواستم از شما سوالی، چون فرصت کمی داریم، من میخوام صحبتمون به یک جایی برسه و اون این که درسته؟ شما که تمرین آزادی نویسندگی رو دارین در قربت میکنید، در مورد این تجربتون رو من بگید، یک دقیقه و نیم فرصت داریم. ببین خوشبختانه من در اینجا فرصت پیدا کردم که برای نشریات آلمانی بنویسم و تجربه این هستش که خب دوری از وطن به هر حال و دوری از زبان به هر حال بسیار دشوار هست، تجربه تلخی است، اما این که به تدریج آدم از خود سانسوری رها میشه و دیگه جملات کوتاه‌تر می‌نویسه، مستقیم می‌نویسه، حرفش رو اساساً می‌زنه، این یه تجربه جدیدی بود برای من و میشه گفتش که یک دنیای جدیدی باز کرد و یک بعد دیگری از حرفه نوشتن و کار خبری رو به من نشون داد که به هیچ وجه در ایران برای من ممکن نبود. به حال آقای سرکوهی عزیز بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از اینکه در این ساعت در آلمان ساعت 7:30 هست، درسته؟ 7:30 8:30 هست الان، درسته؟ آره الان 8:30 در این موقع. به هر حال لطف کردید در فرانکفورت از استودیو شما هم... بله بفرمایید. شما هم خیلی لطف کردین که از من دعوت کردین و من امیدوارم که حالا اون چه که گفته شد اندکی مفید باشه برای آنهایی که دیدند و ممنون از کسانی که این برنامه رو نگاه کردند و شنیدند و متشکرم هم از شما هم از بینندگان و شنوندگان.